یا آقای به شما معرفی بکنم. به نام سید اسماعیل همیری، از ادبا و شعرای بزرگ عرب. یا آقا چی بود؟ بعد چی شد؟ این آقا پدر و مادرش از سنی‌های عثمانی دشمن امیرالمؤمنین بودن، به قول حالا یا داعشی، به قول الان وهابی. هفته دو جلسه می‌گرفتن، قوم و خیشه و همسایه‌ها رو دعوت می‌کردن اینا لعن کنن امیرالمؤمنین را زبانم لال. یه چی پدر و مادری؟ چرا ازش میگن سید اسماعیل سیده؟ نه. از بنی هاشم است؟ نه. از اولاد فاطمه است؟ نه. و چرا بهش میگن سید اسماعیل؟ مادرش وقتی به دنیا آمد اسمشو گذاشت سید اسماعیل، که این سیدی و آقایی و سروری از بچگی رو بچهش بیاد، که بچهشو مردم سبک صدا نزنن. تو این یه روزی باید سرور قوم همیری ها باشد. بچگی شد سید اسماعیل. بعد کم کم طبع شعریش گل کرد، کارش به جایی رسید که بلبداهه شعر میگفت. ما نداشتیم و نداریم مثل سید اسماعیل همیری. پدر و مادرش وقتی جلسه لن میگرفتن، سید اسماعیل میزد از خونه میرفت بیرون، باباش کتکش میزد میگفت چرا تو جلسه نمیای؟ گفت من هرچی فکرشو میکنم میبینم دلیلی برای لعن علی نیست، مگه علی داماد پیغمبر نیست؟ مگه همسر کوثر قرآن نیست؟ مگر در روایات اهل سنت مرج البحرین یلتقیان؟ خود علمای بزرگ اهل سنت نمیگن این مال ازدواج علی است و فاطمه؟ مگه آیه مباهله که به طور صریح خدا میفرماید جان محمد و جان علی یکیست؟ انفسنا و انفسکم. توهین به علی توهین به پیغمبر است، توهین به امامت توهین به نبوت است، توهین به امامت و نبوت توهین به توحید خدا است. باباش میزد تو دهنش. مادرش میگه اگه نیای لند کنی از شام و نهار خبری نیست. سید اسماعیل همیری میگه چقدر من گرسنگی کشیدم اما لعن نکردم، چقدر کتک خوردم اما لعن نکردم. بزرگ شد سید اسماعیل توی خانواده لجنی اینطوری، تا کم کم آشنا شد با کیسانیه ها. فرقه کیسانیه کسانی هن که محمد حنفیه رو میگن منجی عالم بشریت است. جذب اینا شد، شد رئیس فرقه کیسانیه. یه روز شنید امام صادق تو یک جلسه ای از او صحبت به میون آمده، امام صادق فرموده سید اسماعیل همیری شاعر خوبیه اما حیف که کافره، حیف که مشرک. سید اسماعیل همیری میگه تعجب کرده، میگه شرفیا شدم خدمت امام صادق، سلام کردم، آمد دو زانو نشست مقابل امام صادق. گفت آقا ببخشید من یه سوال دارم. بفرمایید. گفت آقا من شنیدم شما فرمودید
سید اسماعیل همیری شاعر خوبیه، اما حیف که کافره، در حالی که من از محبین شمام، پدر و مادرم یه عمر جسارت کردن به پدر بزرگوار شما، من کتک ها خوردم اما لعن نکردم، گرسنگی ها کشیدم اما جسارت نکردم، محرومیت ها چیدیدم و دیدم و کشیدم اما توهین نکردم، من کافرم، من عاشق شما. امام صادق فرمود سید اسماعیل همیری، این که ما را دوست داری اما محمد حنفیه را منجی عالم بشریت میدانی، این محبت به ما نه دنیا به دردت میخوره نه آخرت، چون در کجی هستی. خب پس منجی کیه؟ همون میخوای از محمد حنفیه بپرسی؟ محمد حنفیه که سالهاست مرده است. گمه شما نمیگید محمد حنفیه بعد زنده میشود و منجی میشود؟ گفت چرا؟ گفت حالا با هم میریم کنار قبر او، از خودش بپرس. دو به دو آمدن خدمت قبر مطهر و مبارک محمد حنفیه سلام الله علیه. حضرت یه اشارهی کردن به قبر مبارک محمد حنفیه، مکاشفه ای شد، پرده رفت کنار. سید اسماعیل همیری میگه دیدم انگار قبر شکافته شد، محمد حنفیه با کفن از قبر اومد بالا که خاک گور از روح و صورت او میریخ. سلام کردم، جواب سلام داد. گفتم منجی عالم بشریت چیه؟ گفت امام زمان وقت امام صادق است، فرزند او موسی بن جعفر، علی ابن موسی، جواد الائمه، امام هادی، امام اسفری و دوازدهمین فرزند از رسول خدا مهدی موعود، او منجی عالم بشریت است. گوش کن، گوش کن، نه من، نه من. در خطایی، در انحرافی، برو اونایی هم که آوردی تو این مسیر برشون گردون. من منجی عالم بشریت نیستم، یک فتنه است در مقابل ائمه، یک توطئه است در مقابل تشیع. گول نخور. حضرت یه اشاره کرد، حالت عادی شد. اما چی میگی؟ سید اسماعیل همیری وقتی معجزه امام صادق رو دید، حالت یقظه براش پیش اومد. گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. وان علی و اولاده المعصومین حجج الله. شد شیعه. بعد را افتاد تو کوچه بازار، بعد را افتاد تو کوچه بازار. سید اسماعیل همیری هم خودش توسط امام صادق شناگر شد، هم ناجی شد. سید اسماعیل همیری خدا میداند تا زنده بود چقدر برای امام صادق زحمت کشید. سید اسماعیل همیری قد بلند، چشم درشت، خوشگل، سفید، نورانی، حالا پاش رو به قبله است، پاش رو به قبله است، داره میمیره. یه عده دورش نشستن لا بلا اینا، یه عده منافق هم نشستن. یه وقت دیدن ای صورت به این سفیدی، به این خوشگلی، به این نورانی سیاه سیاه شد، کبود کبود، خوشحال شده. گفتن ببین عاقبت به خیر نشد، گول صادق رو خورد، گول امام صادق رو، دست از محمد حنفیه برداشت، اینم عاقبتش. یه دم تعجب، ای چرا اینجوری شد؟
حالا پا رو به قبله، خونه هم به گونه ای بوده که رو به قبلش با نجف یه سم بوده. یه وقت دیدن در همون حالی که همه این بدن و چهره سیاه و کبود بود، پا شد سید همیری نشست، دست گذاشت رو سینش، دیدن انگار داره نگاه میکنه روی قبله رو، گفت السلام علیکم یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. گریه کرد. بلبدانه شعر میگفت، شاعر بود، یه رباعی گفت، مضمون اون رباعی بود: مردم بدانید علی به قولش وفا کرد، چون ورمود محبین من در حال جان دادن، من میام سر جونو به دامن میگیرم، علی آمده. آخابید. یه وقت دیدن یه نقطه سفیدی رو پیشانیش درست شد، این نقطه ای پنج شد، پنج شد، تمام هیکل و وجود و صورت شد قرص قمر، از دنیا رفت.